توی درس قبل خدمتتون گفتم که اوپاسیتی رو نمیتونید شما از اینجا با این در واقع شورتکات و با روشن کردن ایمیج و وایر فریم تغییر بدید. اما اگر شما به پنجره تایملاینتون بیاین و روی این آیکون که در واقع کلیپ اوورلیز هست کلیک بکنید، همونطور که میبینید بالای کلیپ هاتون یه خط سیاه ایجاد میشه. من اگه یه مقدار بزرگترش بکنم شاید بهتر دیده بشه. همونطور که شما الان میبینید یه خط سیاه ظاهر میشه و پنهان میشه. این خط سیاه در واقع همون اوپاسیتی شماست. اگر من الان این خط سیاه رو پایین بیارم، همونطور که شما میبینید اوپاسیتی کم میشه و اگر بالا ببرم اوپاسیتی زیاد میشه و 100 برمیگرده. برای ایجاد کی فریم هم باز اگر شما Alt رو نگه دارید، ابزارتون تبدیل به یک پن یا همون قلم میشه و میتونید کی فریم ایجاد کنید و کی فریم ها رو حالا جابجا بکنید. همونطور که شما اینجا میبینید این کی فریم ها دیدید تأثیر گذاشتن روی اپاسیتیش. باز به همون صورت که توی درس قبل بود میتونید اونها رو نرمتر بکنید که خیلی این اتفاق نرمتر بیفته. و اگر نخواستید میتونید روشون رایت کلیک بکنید یا کنترل کلیک و کلیر.